مدیر عمومی اتباع و پناهجویان خارجی خراسان رضوی ایران اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی 270 هزار نفر از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی راد گفته که این تعداد پناهجویان از 11 شهر این ولایت از طریق مرز دوقارون اخراج شدند. شرافتی راد افزوده که هیچ شهروند قانونی و غیر قانونی افغان حق سکونت و کار در 7 شهر مرزی این ولایت را ندارند. اخراج پناهجویان افغان از شروع امسال تا پایان ماه سنبله نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 40% افزایش داشته است. هیچ یک از اتباع مجاز و غیر مجاز افغان حق سکونت و اشتغال در 7 شهر مرزی این استان را ندارند. با این حال آگاهان مهاجرت میگویند که وضع ممنوعیت‌ها بر پناهجویان قانونی افغان در ایران سبب بیشتر شدن فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر آنان می‌شود. اگر ایران به خاطر مهاجرت غیرقانونی قوانین سختگیرانه اعمال کند، منع اشتغال افراد قانونی به ویژه در مناطقی که نیاز به کارگر است تصمیم غیر منطقی به نظر می رسد و ممکن است باعث ایجاد فشارهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه بیشتر شود. این وضعیت سبب می شه که متاسفانه مردم افغانستان و مهاجرین افغانستان با یک وضعیت بد و ناهنجار و غیر انسانی در اونجا روبرو شوند و اینا زمینه ها و فرصت های آمدن به کشور هم هنوز برشان مساعد نیست. حسین شرافتی راد همچنان تصریح کرده که 60 هزار دانش آموز و دانشجوی خارجی قانونی به شمول افغان ها مشغول آموزش در این کشور هستند. گفتنی است که سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار و در مورد مشکلات پناهجویان افغان در ایران، پاکستان و جرمنی و ارائه کمک های بشری گفتگو کردند. سفیر اتحادیه اروپا در کابل وعده سپرده که تا پایان سال جاری میلادی 36 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهند کرد.